مجموعه تاریخ ایران. خشایارشا، شاهنشاه ایران زمین. قسمت دوم، خشایارشا و کتب مقدس. توی چندین کتاب مقدس یهود نام پادشاهی ایرانی به نام اخشورش برده شده که ممکنه همون خشایارشا باشه. تو کتاب‌های استر، عزرا، دانیال و کتاب توبیت یا همون توبیاس می‌بینیم که از اخشورش نام برده شده. این اسم ممکنه نسخه عبری خشایارشا باشه. در کتاب استر اون ملکه یهودی پادشاه اخشورشه که در شوش به 127 استان از هند تا نوبیا حکومت می‌کرد. این قلم رو در واقع همون امپراتوری هخامنشیه. البته از نظر تاریخی تنها 26 استان یا همون ساتراپی وجود داشته. تو متن کتاب وشتی همسر پادشاه عزل شده و استر جای اون رو میگیره. در تاریخ هیچ سابقه ای از ملکه یهودی که همسری پادشاه ایرانی باشه وجود نداره، اما این داستان ممکنه ریشه توی یه رسوایی داشته باشه. مثل وقتی که خشایارشا برای همسر برادرش ماسیشته و بعد دختر اون یعنی برادرزادش آرتاینته که با پسرش داریوش ازدواج کرده بود به هوس و شهوت افتاده بود. به گفته هرودوت اون حتی با آرتاینته رابطه هم داشته که نشونه ای از پستی و انحطاط اون و ایران از نظر هرودوته. ملکه خشایارشا آمستریس نه از اون دختر بلکه از مادرش انتقام گرفت و اون رو مثله کرد. ماسیشته هم به استان خودش در باختر فرار کرد و قصد داشت شورش کنه. در کتاب عزرا می‌بینیم که تو سال به سلطنت رسیدن اخشورش اون ساکنان یهودا و اورشلیم رو به جرم همبستگی با شورش مصر و احتمالاتی در ارتباط با تلاش برای تغییر پادشاه متهم کرده. تو کتاب دانیال اخشورش ظاهراً به عنوان فرد دیگه‌ای با نام آستیاک توصیف شده، پادشاه امپراتوری ماد و پدر داریوش مادها. این داریوش که در کتاب دانیال اومده پادشاه بابل بوده که البته باید گفت جایی توی تاریخ ذکر نشده، اما ممکنه به شورش بابل در زمان خشایارشا مربوط باشه. در کتاب توبیت هم اخشورش یکی از متحدهای نبوکدنصره که به اون در نابود کردن نینوا کمک کرد، که به احتمال زیاد منظور همون کیاکسار اول یا کیخسرو که نینوا رو تو سال 612 قبل از میلاد ویران کرد باشه. تدارک حمله به یونان. بعد از شکست فرماندهان داریوش اول به نامهای داتیس و آرتافرنس در ماراتون، پادشاه لشکرکشی جدیدی برنامه ریزی کرد که توسط خودش رهبری بشه. اما ضعف در سلامتش دلیلی شد که علارغم 3 سال برنامه ریزی شاهد به ثمر نشستن این لشکرکشی نشه. بنابراین خشایارشا یه جورایی ایده، نقشه و انگیزه این حمله رو به ارث برد و بعد از اینکه جای خودش رو در تخت پادشاهی محکم و شورش‌های مصر و بابل رو سرکوب کرد، شروع به اجرای نقشه‌های پدر کرد. این موضوع همراستا با سیاست خشایارشا مبنی بر تکمیل کارهای پدر و حتی پیشرفته تر کردن اون کارها بود. با این حال، هر ارتشی که داریوش برای حمله به یونان تشکیل داده بود، برای سرکوب شورش مصر و الباقیش هم برای محاصره بابل استفاده شد. این کار به این معنی بود که خشایارشا باید برای حمله دوباره به یونان تدارک می‌دید و این آماده سازی حدود 4 سال طول کشید. این تدارکات عظیم برای حمله، همونطور که هرودوت شرح داده، نشون میده که خشایارشا قصد داشت از هر نقشه‌ای که داریوش در سر داشت پیشی بگیره. اما با این حال بیان جزئیات دقیق اون نقشه‌ها به وسیله هرودوت مطمئناً ساختگی یا حداقل به شدت اغراق شده است. به گفته هرودوت، خشایارشا در بهار سال 480 قبل از میلاد بیشتر از 5 میلیون از افرادشو به یونان هدایت کرد. 2,641,610 سرباز و همین تعداد سرباز پشتیبان.
تازه به این تعداد سرباز ناوگانی متشکل از 1207 کشتی جنگی سرج هم باید اضافه کرد. این ناوگان 3000 کشتی 50 پارویی، قایق‌های بادبانی سبک و امکانات حمل و نقل اسب رو هم شامل می‌شد. در واقع تدارکات اون دوران نمیتونست اون تعداد سرباز یا چنین ناوگانی رو پشتیبانی کنه. اصلا جایی برای پهلو گرفتن همچین ناوگان وسیعی به ساحل، اونم هر شب، وجود نداشت. باید اضافه کرد از نظر باستانشناسی شواهدی وجود داره که نشون میده تدارکات حمله آنچنان هم طولانی نبوده. لشگرکشی خشایارشا به یونان. در بهار سال 480 قبل از میلاد، خشایارشا ارتش بزرگش رو به همراه نیروی دریاییش که به همون اندازه بزرگ بود به سمت یونان هدایت کرد. به هر حال خشایارشا با ارتش و ناوگانی که از تعداد دشمنانش بیشتر بودن به یونان حمله کرد. همینطور که پیشروی می‌کرد، از شهرها، قبایل، قلمروها و جوامعی که می‌دید، تقاضای ذخایر رو آب می‌کرد. اکثریت غریب به اتفاق موافقت می‌کردند و جالب اینجاست که بعداً وقتی یونان به طور غیرمنتظره پیروز شد، فراموش کردند که طرف پارس رو گرفته بودند و جوری اقداماتشون رو جلوه دادن که انگار فقط تظاهر به طرفداری کردن. فقط یه شهر، اونم شهر یونانی تبای یا همون تبس، به دلیل وفاداری و طرفداری بخشیده نشد. بسیاری از جوامع دیگه هم تبس و سپر بلا کردن و تا قرن آینده همچنان تقصیر رو گردن اون شهر انداختن. یونانی‌ها در گذرگاه ترموپیل استحکامات دفاعی قرار دادن و همزمان برای به تأخیر انداختن پیشروی دشمن در آرتمیزیوم اقدامات دریایی انجام دادند. علی‌رغم روایت هرودوت و فرهنگ عامه، ترموپیل شکستی غیر ضروری برای یونانی‌ها بود. در واقع نیازی نبود که لئونیداس شاه اسپارتا و نیروهای ناکافیش بعد از این که متوجه شدن موقعیتشون به خطر افتاده تو ترموپیل باقی بمونن. به همین دلیل خیلی بعیده که یونانی ها 6400 تلفات به ایرانی ها در ازای فقط چند صد تلفات به خودشون وارد کرده باشن. اما راست یا دروغ، این داستانیه که منابع تاریخی به ما میگن و طبق معمول هیچ نسخه فارسی از شرح این اتفاقات باقی نمونده. ملتی که تاریخ خود را ندونه محکوم به تکرارشه. برای اطلاع از ویدیوهای بیشتر در این زمینه و برنامه‌های دیگه پیشنهاد می‌کنیم کانال یوتیوب گلوری رو سابسکرایب کرده و زنگوله نوتیفیکیشن رو روشن کنید. تقدیم به جوانان آزاده و مردم خوب ایران.